قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و على آله و صحبه اجمعین، اما بعد، در رابطه با رابطه بین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه با خلفای راشدین قبل از خودش، قرار شد که مطالبی بیان بکنیم در ارتباط بین حضرت علی رضی الله عنه و حضرت ابوبکر. نکاتی گفته شد شب گذشته و امشب هم میپردازیم به دنباله اون بحث، رابطه صمیمانه‌ای که بین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و عمر بن الخطاب رضی الله عنه وجود داشت در زمان خلافت عمر. چون بعضی میخواهند قضیه را طور دیگر جلوه بدهند، میخواهند رابطه بین امیر المؤمنین علی رضی الله عنه را با دیگر خلفا یک رابطه خیلی خشک و به اصطلاح رابطه کدورت و دشمنی جلوه بدهند که گویا اینها با هم مثلا کارد و خیار بودن به اصطلاح خودمون، و ما ثابت میکنیم که اونها نه تنها با هم هیچ کدورت و دشمنی نداشتند، بلکه مثل شیر و شکر با هم بودند و یک رابطه صمیمانه در واقع بین اینها حکم فرما بوده است. همین بس است که بدانیم در زمان خلافت عمر رضی الله عنه، حضرت علی جزو شورای خلافت بود برای تصمیم گیری، جزو کسانی که در رأس کسانی بود که حضرت عمر با آنها مشورت داشت و به عنوان مشاور اول او میتوان از او یاد کرد، از حضرت علی رضی الله عنه، در همه امور، در امور قضایی، در امور مالی، در امور اداری، در مسائل مربوط به جهاد، در امور ریز و کوچک و بزرگی که به ریز و درشت و کوچک و بزرگی که به امور اداره دولت و حکومت اسلامی مربوط می شد، به شؤون دولت اسلامی مربوط می شد، عمر رضی الله عنه با حضرت علی مستقیما مشورت می کرد و نظر او را می خواست در همه امور. در تعیین تاریخ هجری که مبدعی را برای تاریخ مسلمانان تعیین بکنند، حضرت عمر با اصحاب مشورت کرد و نظر حضرت علی را پسندید که هجرت پیامبر را مبدع تاریخ قرار بدهد. در جنگ نهاوند وقتی که مسلمانان می خواستند حرکت بکنند به سوی فارس که در نهاوند اون لشکر جمع شده بودند، برای رسید رفتن به اونجا، فرستادن لشکر به اونجا، حضرت عمر خودش میخواست همراه با لشکر حرکت بکند به سوی نهاوند. تنها کسی که او را منع کرد از رفتن، همان گونه که در رابطه با ابوبکر رضی الله عنه گفتیم شب گذشته، حضرت علی رضی الله عنه او را منع کرد، گفت تو نباید بیرون بروی، اگر بروی اونجا به محض اینکه تو را ببینند، اونها میگویند این امیر عرب است و اصل و سردسته است دیگه، بر تو حمله میکنند، یورش میبرند و تو را از بین میبرند، به محض اینکه چشمشون به تو بیفتد فوراً تو را به عنوان امیر عرب و سردسته به اصطلاح مسلمانان از بین خواهند برد.
این است که مصلحت نیست تو از جایت تکان بخوری، و همینجا بمان، لشکریان را بفرست. و حضرت عمر رضی الله عنه نیز به این پیشنهاد یا این نظریه حضرت علی عمل کرد. بالاخره آن چیزی که معروف است این است که حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کاری را بدون مشورت با اون شورا و مخصوصا در رأس این مشاورین، اون مشاور اول حضرت علی رضی الله عنه، انجام نمیداد. تا آنجایی که این عبارت معروف است از حضرت عمر که فرمود اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو الحسن، پناه میبرم به خدا از اون مشکلی که ابو الحسن برای اون نباشد، از اون مشکل و معضله ای که حضرت علی نباشد که اون را حل بکند و رفع بکند اون مشکل را. بعد در عبارتی فرموده است عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب، زنان در مانده اند و عاجز شده اند از اینکه شخصیتی را مانند علی ابن ابی طالب به دنیا بیاورند بعد از او. یعنی هیچ کس نمیتواند شخصیتی را مانند این شخصیت بزرگوار به دنیا بیاورد. و این عبارت باز هم معروف است که لولا علی لهلک عمر، حتی اونهایی که مدعیان پیروی هستند از اهل بیت با افتخار این عبارت را نقل می کنند که حضرت عمر رضی الله عنه فرموده است لولا علی لهلک عمر، اگر اشوردهای حضرت علی رضی الله عنه که اون را در همه امور به اون عمل میکرد، پیشنهادات او و به مشوره او عمل میکرد. و این نشان دهنده یک رابطه بسیار تنگاتنگ و صمیمانه است. خب مسئله مشورت خب نشان دهنده این نیست که شخص کم داشته است. به اصطلاح خود پیامبر هم که عقل کل بوده است، خود پیامبر هم خدا بهش امر کرده است و شاور هم فی الامر، با وجودی که مستقیما با وحی در ارتباط بوده است. بنابراین اینجا این مشورت کردن به معنی این نیست که او کم داشته است در رابطه با امر خلافت. آن چیزی که اینجا واضح تر هست و مهمتر است و مورد بحث ما هست اینجا این است که این مشورت کردن، اون هم با این گستردگی که ازش یاد کردیم و در همه امور عرض کردم با حضرت علی مستقیما مشورت داشت و رأی و نظر او را همیشه ترجیح میداد بر رأی و نظر هر کس، نشان دهنده این است که این رابطه بسیار صمیمانه بوده است. هیچ کدام از همدیگر کدورتی به دل نداشتند. اگر علی کوچکترین کدورتی از عمر رضی الله عنه به دل داشت، هرگز همکاری نمیکرد با او، هرگز رأی و مشورتی به او نمیداد، هرگز مانع از بیرون رفتن او نمیشد که جلو که در معرض خطر قرار بگیرد. مثلا مانع از این نمیشد که بیرون برود، میگفت بگذار برود، بگذار کشته شود، نه اینکه او را منع بکند از رفتن که مبادا در معرض خطر قرار بگیرد. و این مسئله است که کلیه تاریخ نویسان به این مسئله اشاره کردند. حتی امام جمعه موقت تهران که چند وقت قبل خطبه میخوان به این مسئله اشاره کرد که مسلمانان در هنگامی که الان احساس خطر میکرده اند، دیگه اینجا هیچ مسئله بینشون نبود و مسائلی که بین خودشون بود اون را بین خودشون، چیزهایی که وجود داشت اون را کنار میگذاشتند. به این صورت مطرح کرد چندی قبل و از همین جریان تاریخی یاد نمود، همین جریان تاریخی که عرض کردم که حضرت علی رضی الله عنه اجازه نداد و نگذاشت و نظر نداد، مشورت نداد، یعنی که عمر رضی الله عنه خارج بشود از مدینه که مبادا در معرض خطر قرار بگیرد. اگر کوچکترین قدرت اینجا بود، کوچکترین کینه ای مثلا در دل حضرت علی رضی الله عنه وجود داشت، هرگز چنین کاری انجام نمیداد، چنین مشوره به او نمیداد و هرگز با او همکاری نمیکرد، در شورای خلافت اصلا وارد نمیشد، اون را تحریم میکرد. همین ها نشان دهنده تی صمیمانه است که وجود داشته است که بعضی ها میخواهند این را برعکس جلوه بدهند متاسفانه و طوری وانمود بکنند که اینها با هم مثل کارد و خیار بودند. نه، ما میگیم اینها مثل شیر و شکر با هم انس و الفت داشتند با هم دیگر. هر باری که حضرت عمر رضی الله عنه از مدینه خارج میشد برای یک کار، چون زمانی که به بیت المقدس رفت، هر بار دیگری که خارج میشد
در همه مواردی که نقل شده است که او از مدینه خارج شده است، حضرت علی را در همه شؤون خلافت به عنوان جانشین خودش تعیین میکرد. در همه شؤون خلافت به عنوان جانشین تام الاختیار خودش در امر خلافت به جای خودش میگماشت و تعیین میکرد. خود باز گویای این مطلب است که این رابطه بسیار رابطه قوی و مستحکمی بوده است. محبت فوق العاده ای که نقل شده است از حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه با شخص حضرت علی و به صورت کلی در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم، یک محبت و احترام فوق العاده. در بعضی از روایات آمده است که روزی شخصی از حضرت علی رضی الله عنه شکایت کرد به نزد عمر، به نزد عمر رضی الله عنه از او شکایت کرد در زمان خلافت عمر، و حضرت عمر نشست برای اینکه به این خصومت رسیدگی بکند. آن دو نفر نشستند، حضرت علی به اتفاق اون شاکی، شخصی که از او شکایت کرده بود، حضرت عمر که مشاهده کرد علی رضی الله عنه کمی جلوتر نشسته است، طبق عدالت اسلامی و عدالتی که در قضاوت باید رعایت بشود، رو کرد به او و فرمود یا ابوالحسن صاب خصمک، ای ابوالحسن با خصم خودت، با اون طرف خودت برابر بنشین، در کنار او و برابر با او بنشین. احساس کرد کمی چهره حضرت علی تغییر کرد. بعد که قضاوت تمام شد، رو کرد به حضرت علی و گفت که تو ناراحت شدی که من گفتم با اون بسرا طرفت، با اون شاکیت برابر بنشین، از این ناراحت شدی؟ از این که گفتم با او برابر باش ناراحت شدی؟ نکند؟ گفت نه، من از این ناراحت نشدم، من از نابرابری ناراحت شدم که تو مرا ابوالحسن خطاب کردی. من نمیخواستم که مرا به کنیه هم صدا بکنی، چون کنیه نشانه احترام است در مقام قضاوت، نمیخواستم که بین من و اون طرف من فرق بگذاری. همان گونه که او را به اسم خطاب کردی، مرا هم به اسم خطاب میکردی. از این ناراحت شدم که مرا به کنیه ام محترمانه ابوالحسن یاد کردی. اینجا بود که حضرت عمر رضی الله عنه سر حضرت علی را بوسید و گفت لا ابقان الله به ارض لیس فیها ابوالحسن، گفت خداوند مرا در زمینی که ابوالحسن در اون نباشد زنده نگه ندارد، در زمینی که ابوالحسن اونجا نباشد مرا در اون زمین خداوند باقی نگذارد. یعنی این چرا میرسد؟ چه چیزی را میرساند این رابطه؟ این حرف، رابطه ای که بین، یعنی احترامی که حضرت عمر رضی الله عنه قائل بود به نسبت به اهل بیت معروف است، یک احترام عجیب و فوق العاده قائل بود. گاهی انسان تعجب میکند از این رفتاری که نقل شده است از حضرت عمر رضی الله عنه در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم. روزی حضرت عمر به حسین ابن علی گفت که چرا نمی آیی به ملاقات ما؟ بیا. بالاخره از او درخواست کرد که بیاید به ملاقاتش، بیاید به نزد او، از حضرت حسین رضی الله عنه. حضرت حسین هم طبق درخواست او و دعوت او روزی رفت دم در خانه عمر رضی الله عنه، که رسید دید عبدالله ابن عمر دارد در زده است و دارد بر می گردد، در زده است و در براش باز نشده، در زده است، اجازه گرفته است و چون در را به رویش باز نکردن دارد بر می گردد. سوال کرد چه خبر است؟ گفت حضرت عمر با معاویه رضی الله عنه اینجا جلسه ای دارد، نشستن با هم، صحبتی دارن با هم و اجازه ورود به من ندادند. عبدالله بن عمر فرزند عمر رضی الله عنه، او هم به همین خاطر برگشت، دید که بالاخره شاید خلیفه مشغول است و صحبتی دارد، کسی از او وقت گرفته است و دارد صحبت می‌کند با کسی، او هم برگشت. روز دیگر حضرت عمر او را ملاقات کرد، گفت که چرا نیامدی؟ من ازت خواستم بیایی به ملاقات ما. گفت چرا نیامدی؟ گفت من آمدم دم در، دیدم که عبدالله
اجازه گرفته است و دارد بر می گردد، من هم برگشتم. عمر به او گفت انت احق بالاذن من عبدالله، گفت تو سزاوارتری به این که اجازه به تو بدهم از عبدالله، تو سزاوارتر به اجازه دادن هستی، اگر می آمدی به تو اجازه می دادم. شما روی سر ما جا دارید، دست روی سر خداش گذاشت و گفت الله ثم انتم، اول خدا بعد شما. این احترام و محبت فوق العاده‌ای که از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده است در رابطه با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم باز میرساند که یک احترام متقابل و رابطه بسیار صمیمانه حکم فرما بوده است. یکی از نکاتی که در این رابطه خیلی حائز اهمیت است که در رابطه با حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز عرض کردیم، اون مصاهرت است، رابطه سببی که وجود داشته است. همان گونه در رابطه با حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتم، این ارتباط سببی و مصاهرت و دامادی به اصطلاح بین اهل بیت و خانواده ابوبکر رضی الله عنه وجود داشته است. همان گونه که عرض کردم، امام جعفر صادق فرزند امام محمد باقر معروف است که می گفت ولدنی ابوبکر مرتین، ابوبکر مرا دو بار به دنیا آورده است، چون پدرش با ام فروه ازدواج کرده است و ام فروه مادر امام جعفر صادق است. ام فروه هم اولا فرزند محمد ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است از طرف پدر، پدرش قاسم ابن محمد ابن ابی بکر و مادرش اسماء بنت عبدالرحمن ابن ابی بکر، اسماء دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر. پس پدر و مادر او هر دو از نسل ابوبکر هستند، پدر و مادر امام محمد باقر هر دو، ببخشید، پدر و مادر ام فروه که مادر امام جعفر صادق است، هر دو از نسل ابوبکر رضی الله عنه هستند. و این رابطه نشان می‌دهد که این مصاهرت و این ارتباط سببی وجود داشته است بین اهل بیت و خاندان ابوبکر و خاندان عمر رضی الله عنهما. هم در مورد حضرت عمر رضی الله عنه هم قضیه خیلی واضح‌تر از این میتوان بیان کرد، چون این رابطه نه سببی به اصطلاح، رابطه مصاهرت، یک رابطه بسیار مستحکمی هست در اسلام و خداوند اون را قرین نسب قرار داده است، نسبا و صهرا، صهر یعنی رابطه ای که از طریق وصلت ایجاد می شود و نسب هم که رابطه نسبی معروف است، رابطه خونی و نسبی، هر دو معتبر است در اسلام، فوق العاده محترم و معتبر است و ایجاد محرمیت می کند. کسی که مثلا ازدواج بکند با فردی، با دختری، خب مادر زن محرم او می شود، مادر زنش، یعنی این رابطه نسبی باعث بعضی از محرمیت ها می شود، محرمیت مادر زن، محرمیت پدر شوهر، محرمیت زن پدر، محرمیت زن پسر، همه اینها از محرمیت هایی است که محرمیت پیزاده به اصطلاح بعد از یک جا شدن، البته همه اینها ناشی از رابطه وصلت هست. پس وصلت خیلی مهم است و معتبر است و کسی نمی آید که دختر خود را به یک فرد نابابی مثلا بدهد، هیچ انسان عاقلی این کار را نمی کند که دختر خود را دستش را بگیرد و او را تحویل یک انسان نابابی بدهد. اگر او را قبول نداشته باشد، بداند که انسان نابابی هست و اون فرد مورد رضای او نباشد، مورد قبول او نباشد، مورد تایید او نباشد، هرگز انسان عاقل این کار نمی کند که دختر خود را به یک شخص مثلا نادرستی تحویل بدهد. اینجا در این رابطه، حالا بعضی از گفتنی ها شاید افرادی بگویند که خب این گفتنی ها از خودتون هست، در کتاب های خودتون هست، اما بعضی از حقایق عملی تاریخی این را نمی شود که انکار کرد. این واقعیت را هیچ کس نمی تواند انکار بکند، در همه کتاب های تاریخی آمده است که حضرت عمر رضی الله عنه به خواستگاری ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رفت و بعد با او ازدواج کرد و ثمره این ازدواج هم معروف است، دو فرزند رقیه و زید، ثمره ازدواج عمر رضی الله عنه با ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب هست.
چه چیزی را میرساند؟ کدام انسان عاقل میآید دختر خود را به یک انسانی که قبولش ندارد میدهد؟ حالا شاید بعضی بگویند که او از قدرت خودش استفاده کرده است، مثلا با زور و قدرت ازدواج کرده است با او، با قدرت خلافت مثلا، و او مجبور شده است دختر خود را به او بدهد. این را عرض بکنم که نکته خیلی جالبی که اینجا وجود دارد و کم به اون اشاره می شود این است که دقیقا قبل از خواستگاری حضرت عمر رضی الله عنه از دختر علی بن ابی طالب رضی الله عنه، حضرت عمر به خواستگاری ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رفته است. می رود به خواستگاری ام کلثوم دختر ابو بکر صدیق، خواهر عایشه رضی الله عنها. اما با وجود اینکه او پدرش در قید حیات نبود، ابو بکر از دنیا رفته بود دیگه، حالا حضرت علی در قید حیات بود که حالا کدوم اولاتر است؟ اون پدری که در قید حیات است قطعا بهتر میتواند از دخترش دفاع بکند و بگوید من نه دخترم رو نمیدهم، مثلا به تو نمیدهم، تا اون پدری که از دنیا رفته است اما دخترش، دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه، قبول نکرد. گفت او خشن العیش است، به اصطلاح زندگی را سخت میگیرد، مقرراتی است، خشک است، مثلا سختگیر است در زندگی، در مخارج زندگی. خب حضرت عمر رضی الله عنه کسی نبود که بخواهد مثلا ولخرجی بکنه در زندگی یا زندگی خیلی مثلا مرفهی داشته باشد. حداقل برداشت را از بیت المال برای خودش داشت، ساده ترین غذا و ساده ترین لباس را مصرف میکرد، با حداقل امکانات در زندگی میساخت و حداقل برداشت از بیت المال برای زندگی خودش خیلی معروف است دیگه، و هیچ دیکتاتوری در کار نبوده است و هرگز او از قدرت خودش برای منفعت شخصی خودش هرگز استفاده نکرده است. تاریخ این را گواهی میدهد. وقتی که مقداری مشک آورده بودند، مشک، عطر معروف مشک الان آورده بودند که تقسیم بکند بین مردم، از به بیت المال آمده بود، او میخواست این مشک را بین مردم، بین رعیتش تقسیم بکند. گفت چه کسی میتواند خوب این را وزن بکند که این مشک را من تقسیم بکنم بین مردم؟ یکی از همسرانش گفت که من خوب میتوانم وزن بکنم، خیلی دقیق وزن میکنم و مشک را به صورت دقیق جا میکنم به قول خودمون و تقسیم میکنیم. او نپذیرفت، گفت نه، من به تو اجازه نمیدهم، اجازه نمیدهم تو مشک را وزن بکنی و دستت به اون آغشته بشود و بعد به گردنت مثلا زیر گوشت بمالی، هر باری که قطعه از اون را برداری و دستت به اون آغشته بشود اون را به زیر گوشت مثلا یا به پشت گردنت بمالی و به این وسیله بهره من یا خانواده من از اون مشک بیشتر بشود، به این وسیله بهره بیشتری داشته باشم از اون مشکی که باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم بشود، من بهرم یا خانواده‌ام بهره بیشتری داشته باشم، من اجازه نمیدهم که تو این کار را انجام بدهی. قبول نکرد. این قدر یعنی دقت و عدالت که به هیچ وجه برای خودش و منافع خودش به هیچ وجه هیچ کاری انجام نمیداد، هیچ اقدامی نمیکرد که منفعت او در کار باشد مثلا و منفعتی را از منفعت او برآورده بکند. روزی بر روی منبر قرار گرفت، به مردم گفت اسمعوا و اطیعوا. حضرت عمر رضی الله عنه این عبارتش معروف است، این قصهش معروف است که به مردم گفت اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. خطبه میخواند، سلمان فارسی رضی الله عنه بلند شد که لا سمع ولا طاعه، گفت ای امیر، ای امیر مؤمنان، نه میشنویم و نه اطاعت میکنیم. گفت چرا؟ گفت که ما الان از بیت المال هر کدوم یک تکه پارچه به ما رسیده است، از اون پارچه هایی که تقسیم شده است الان. تو الان با این قد و قواره‌ات معلوم است که یک تکه پارچه کافی نیست برای تو، با این قد و قواره‌ای که داری یک تکه پارچه برای تو کافی نیست، از کجا یک تکه دیگر آورده ای که این لباس را پوشیده ای؟ گفت عبدالله ابن عمر بلند شد جوابش را بده. عبدالله ابن عمر بلند شد و گفت که ای سلمان، درست از پدرم یک تکه پارچه برای او کافی نبود، اما من پارچه خودم را، اون قواره‌ای که متعلق به من بود، به پدرم دادم که لباسش کامل بشود. اینجا بود که سلمان گفت که الان نسمع و نطیعم، الان میشنویم و اطاعت میکنیم ای امیر. اینقدر آزادی حکم فرما بود در جامعه اسلامی
یک افراد، یک فرد از افراد رعیت راحت بلند میشد، اعتراض میکرد، انتقاد میکرد به خلیفه مسلمین. در انظار دیگران او را سوال پیچ میکرد و او هم جواب میداد. اصلا نبوده از این قضیه، از این قرار که کسی بخواهد اعمال قدرت بکند مثلا و یک دختری را به زور بخواهد به عقد خودش در بیاورد و از قدرت خلافت خودش بخواهد به نفع خودش مثلا استفاده ببرد. این است که خیلی راحت دختر ابوبکر رضی الله عنه، ام کلثوم بنت ابی بکر، رد کرد این خواستگار را، گفت من نمیخواهم. حضرت عایشه گفت که اترغبین عن امیر المؤمنین، تو از امیر مؤمنان روگردان میشوی، او را رد میکنی؟ گفت نه، من نمیتوانم با این زندگی که مثلا او در زندگی با این خشونت و سختی زندگی میکند و حداقل زندگی و حداقل مخارج زندگی، من نمیتوانم با این خشکی و مقرراتی بودن مثلا بسازم. این است که نپذیرفت و بعد از این خواستگاری او رفت از ام کلثوم دختر علی بن ابی طالب خواستگاری کرد و حضرت علی هم دختر خود را به عقد او در آورد. این کاملا واضح است دیگه که هیچ اکراه و اجباری در کار نبوده است. اگر اکراه و اجباری وجود داشت، اولی اولاتر بود که پدر نداشت که او را به اجبار مثلا به عقد خودش در بیاورد. اما حضرت علی که با اون شیرمردی در قید حیات بود، شیر خدا در قید حیات بود، چگونه امکان دارد شخصی بخواهد دختر او را به زور از او بگیرد یا او دختر خود را به عقد کسی در بیاورد که به تصور مثلا بعضی ها دشمن اهل بیت بوده است؟ هرگز امکان ندارد انسان چنین کاری انجام بدهد. حال اینجا یکی از نکاتی که خیلی حائز اهمیت است، باز مسئله نامگذاری هست که باز یکی از حقایق تاریخی است که نمیتوان آن را انکار کرد. نام معمولا نشانه هویت و شخصیت انسان است. انسان اسمی را بر روی فرزند خودش میگذارد که اسم خوبی باشد. هرگز انسان اسم ناباب و اسم ناجور روی فرزند خودش نمیگذارد. به شما بگویم مثلا اسم بچه خود را بگذار عبدالعزا، قبول میکنید؟ بنده بت، بت عزا، هیچ انسان عاقلی قبول نمیکند. کدومی که از شما چقدر به شما بدهند، چند میلیون به شما بدهند، حاضر میشوید اسم فرزند خودتون را مثلا بگذارید قارون یا هامان یا فرعون؟ هیچ کس، انسان های مسلمان از این کارها نمی کنند که فرزند خودشون را به اسم یک انسان بد که می دانند انسان بدی بوده است نامگذاری بکنند. اما می بینیم که حضرت علی رضی الله عنه، نه تنها او بلکه تعداد زیادی از اهل بیت، فرزندان خودشون را رسما به نام خلفای راشدین نامگذاری کردند. اگر آنها خلفای راشدین را انسانهای بدی می دانستند، هرگز از این کار انجام نمی دادند. حالا بعضی گفتن که اکراه اجباری مثلا در کار بوده است. ما میبینیم که حضرت علی یکی از فرزندانش ابوبکر رضی الله عنه بوده است، یکی از فرزندانش ابوبکر ابن علی که همراه برادرش حسین ابن علی در کربلا به شهادت رسید. عمر ابن علی که رفت در جنگ شرکت کرد ولی برگشت از جنگ و تا مدت زیادی زنده ماند. عثمان ابن علی که باز در کربلا به شهادت رسیده است. هر سه نفر به این نام چه چیزی را میرساند؟ این حالا بعضی گفتن این ابوبکر کنیه است، اسم ابوبکر عبدالله بوده است، این که کنیه است. این کنیه در کجای عرب این کنیه مرسوم بوده است؟ این کنیه به این معنی نیست که حالا اسم مثلا فرزند او بکر بوده است. بعضی کنیه ها حقیقی هست، بعضی مجازی است. اگر مثلا کنیه او ابو عبدالله یا ابو محمد بود، بله، به اسم مثلا فرزند. اما کنیه ابوبکر اصلا سابقه نداشته است در بین عرب، نبوده است. حالا شما در بین صحابه نگاه بکنید، غیر از ابوبکر یه نفر هست، ابوبکر، اما ابوبکر را شما نمیتوانید به این نام پیدا بکنید کسی دیگر. درست است کنیه بوده است، اما ابوبکر رضی الله عنه با این کنیه اش شناخته میشود. اسم او عبدالله است در اصل، ولی به کنیه اش معروف است. عثمان رضی الله عنه، درست است بعضی گفتن که این عثمان بن مظعون هم بوده است. عثمان بن مظعون از یاران پیامبر و برادر شیری پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است که بعضی گفتن خب او
فرزند خود را به نام عثمان بن مظعون نامگذاری کرده است و گفتن عمر همینجا او را مجبور کرده است یا خودش این نام را تعیین کرده است برای او. این حرف ها در صورتی شاید قابل قبول بود که فقط قضیه در حضرت علی خلاصه می شد، اما مشاهده می کنیم که کسانی دیگر هم فرزندان خودشون را بعد از عهد عمر رضی الله عنه، بعد از عهد خلافت عمر و علی، فرزندان خود را به نام این بزرگان نامگذاری کردند. ابوبکر ابن علی که عرض کردم، ابوبکر ابن عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، ابوبکر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی هم فرزندی به نام ابوبکر داشته است و بعضی از مورخین کنیه امام زین العابدین را هم ابوبکر ذکر کردند، یکی از کنیه های او. و کنیه امام علی ابن موسی رضا را هم بعضی ابوبکر ذکر کردند که این کنیه برای او یاد شده است. در کتاب های مانند تاریخ یعقوبی، منتهى الآمال شیخ عباس قمی، بحار الانوار مجلسی و الانوار النعمانیه الجزائری این مسائل می توانید اونجا مشاهده بکنید و این نام ها در اونجا رسما در کتاب های خود پیروان اهل بیت هم این نام ها اونجا مشاهده می شود که اونها هم اقرار کردن به وجود این نام ها. یکی از فرزندان حضرت علی عرض کردم عمر الاطرف بوده است، عمر الاطرف ابن علی ابن ابی طالب که به نام عمر الاطرف از یاد شده است، از ام حبیب بنت ربیعه که باز کتاب منتهى الآمال و بحار الانوار از چنین فرزندی از فرزندان حضرت علی یاد کردند، عمر الاطرف. عمر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب یکی از فرزندان امام حسن مجتبی است، عمر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب از شهدای کربلا است. عمر ابن حسین ابن علی باز هم از فرزندان حسین ابن علی یاد می شود. عمر الاشرف ابن علی ابن علی ابن الحسین زین العابدین، یکی از فرزندان امام زین العابدین عمر الاشرف است در مقابل اون عمر الاطرف که عرض کردم فرزند حضرت علی. عمر الاشرف که در کتاب ارشاد شیخ مفید هم به این مسئله اشاره شده است. عمر ابن موسی الکاظم ابن جعفر صادق، امام موسی کاظم یکی از فرزندانش عمر بوده است. خب اینها خیلی زمانشون بعدتر بوده است از عهد خلفای راشدین. خلفای راشدین در قید حیات نبودن اون موقع که اینها آمده اند این نامها را برای فرزندان خودشون انتخاب کردند. عثمان ابن علی که عرض کردم باز، عثمان ابن عقیل ابن ابی طالب، برادر مسلم ابن عقیل معروف. جالبتر این که حضرت عایشه رضی الله عنها هم از کسانی است که نام او به شدت شایع بوده است در بین اهل بیت و نمونه های را عرض بکنم از تسمیه دختران اهل بیت به این نام بد نیست از این نام هم اشاره داشته باشیم به این مسئله که یکی از دختران امام موسی کاظم، یکی از فرزندان او عایشه است. حالا نکته خیلی جالب که الان دقت بفرمایید، آنگونه که در بین مورخین نقل شده است، امام موسی کاظم 37 پسر و یک دختر فقط داشته است. 37 پسر و یک دختر برای او نام برده شده است. اونها همسران متعدد داشتن بالاخره و فرزندان زیادی داشتن. معمولا مسلمانان زمان گذشته فرزندان زیادی به دنیا می آوردن و معتقد بودن اصلا به کثرت نسل امت. 37 فرزند و یک دختر، همون یک دختر را هم به نام عایشه نامگذاری بکند، حالا شما خودتون قضاوت بکنید. امام علی ابن موسی رضا، امام رضای معروف کرا، همه ما به این بزرگان ارادت داریم،
پنج پسر و یک دختر داشته است، باز دخترش را به نام عایشه نامگذاری کرده است و از این قبیل نمونه ها. فقط من باب مثال عرض کردم تا بدانید که دیدگاه اهل بیت نسبت به بزرگان صحابه و امهات المؤمنین اینها به چه صورت بوده است، اونها چه دیدگاهی داشتند، چه رابطه ای وجود داشته است و الان چه رابطه ای وجود دارد. الان عرض کردم شما پیدا بکنید یک نفر از پیروان اهل بیت را که حداقل به تعصیب ائمه اهل بیت، نمیگویم به خاطر اون بزرگان، بلکه به تعصی از امام علی رضی الله عنه یا امام حسن مجتبی یا امام حسین، حداقل به تعصی به اینها بیان و نام یکی از فرزندان خودشون مثلا عمر بگذارند، آیا امکان دارد؟ الان جو طوری است که حتی یک اهل سنت هم شاید جرأت نکند که نام فرزند خود را مثلا عمر بگذارد، به خاطری که شاید با مشکلاتی برخورد بکند. واقعیت است دیگه، اون اندازه که نام علی و حسن و حسین همان گونه که عرض کردم شب گذشته در بین ما اهل سنت رایج است، نام عمر و ابوبکر رایج نیست، حالا به هر دلیل، ولی مقصود این است که یک واقعیت است که این نام ها کاملا در بین ما متداول و رایج است و این نشان دهنده محبت ما اهل سنت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و ارادتی که ما به اهل بیت پیامبر داریم و احترامی که برای اونها قائل هستیم و اعتقاد ما هم این است، غیر از این اعتقاد نداریم که. ولی خب حداقل انتظار ما این است که متقابلا، حتی اگر اعتقادی هم نباشد، متقابلا حداقل این احترام متقابل به ظاهر هم که شده است وجود داشته باشد، متقابلا یعنی حداقل من باب تقابل، من باب به اصطلاح تقابل به مثل، حداقل این احترام متقابل وجود داشته باشد، نه اینکه مثلا اهانت بشود یا افرادی بخواهند به بزرگان ما رسما و علنا اهانت بکنند در نشریات، در کتابهای درسی. اینا چیزهاییست که در واقع قابل توجیه و قابل قبول نیست و عوام الناس را هم به جان هم انداختن به این شکل واقعا کار عاقلانه ای نیست که به این شیوه با این جوسازی افرادی بخواهند عوام الناس را که دلهایشون معمولا پاک است بخواهند دلهایشون را از کینه پر بکنند نسبت به بزرگان اسلام و اونها را رو در روی هم قرار بدهند. این ایجاد یک فتنه هست در جامعه، ایجاد یک فتنه و آشوب که ما به هیچ وجه اون را به صلاح و مصلحت این ملت یا این جامعه نمیدانیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که انشاءالله بتوانیم طبق رضای او رفتار بکنیم و اون دعایی را که خداوند به ما یاد داده است عملا اجرا بکنیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. که خداوند هیچ کینه‌ای را در قلب ما نسبت به مسلمانانی که بر ما سبقت گرفتند در ایمان خداوند قرار ندهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.